سلام بر شما که از چهار گوشه جهان به تماشای افق نشسته اید. پیام یزدیان هستم. در سه‌شنبه دوم تیر ماه برابر با 23 ماه ژوئن 2015 نگاهی داریم به درگیری و نزاع در ایران از فضای مجازی تا خیابان. خشونت و گسترش نزاع در ایران به خیابان ختم نمی شود و این روزها ابعاد گسترده‌ای پیدا کرده و رد پای آن را می توان از فضای مجازی تا خانه و مدرسه جستجو کرد. بررسی آمارهای ضد و نقیض نهادهای دولتی از میزان خشونت و نزاعی که منجر به جرح در ایران می شود نشان می دهد که جامعه ایران هر روز خشنتر و افسردتر شده و در جامعه خالی از نشاط، آستانه تحمل و مدارای بسیاری از افراد آن سرزمین نیز روز به روز کمتر می شود. بر اساس آمار پلیس، فحاشی و خشونت‌های کلامی عامل 24% نزاهاست و طبق آمارهای رسمی هر ساعت بیش از 70 درگیری منجر به جرح در ایران رخ می دهد که تهران از این نظر طبق آمار پزشکی قانونی رکورددار است. بنا به گفته قاضی عزیز محمدی، رئیس شعبه 71 دادسرای کیفری تهران، این آمار باز هم واقعی نیست، چرا که برخی دعواها شاید به ضرب و جرح منجر نشود. با این حال وضعیت نگران کننده است. پایان نقل قول. جدول آمار تعداد تشکیل پرونده در پزشکی قانونی ایران با موضوع نزاع منجر به جرح نشان می‌دهد که استان چهارمحال بختیاری در رتبه اول، سیستان و بلوچستان در رتبه دوم و استان هرمزگان، خراسان جنوبی، بوشهر، خوزستان، فارس، یزد، ایلام و قم در رتبه‌های بعدی قرار دارند. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی افزایش خشونت و پرخاشگری را در ارتباط مستقیم با رفاه اجتماعی می‌دانند و تأثیر فشار اجتماعی و فشارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را مطرح می‌کنند. برخی از کارشناسان گرمای هوا و میزان آلودگی هوا و مهندسی فضای شهری و ترافیک را باعث افزایش خشونت در جامعه می‌دانند و برخی نیز به ناتوانی دولت و قانون در کنترل آسیب‌های اجتماعی و شکست سیاست‌های فرهنگی و کمرنگ شدن خصایل اخلاقی در جامعه اشاره می‌کنند. به گفته مقام‌های قضایی ایران هر ساله بیش از 5 میلیون پرونده به دلیل خشونت وارد قوه قضاییه می‌شود. این رقم نشان می‌دهد که دولت ایران هر ساله هزینه سنگینی بابت خشونت می‌پردازد. ولی بازنده اصلی فضای پر از خشونت جامعه ایران چه کسی است؟ دولت یا ملت؟ این موضوعات امشب با کارشناسان میهمان افق مطرح خواهیم کرد، ولی قبل از آن طبق روال این برنامه از شما پرسیدیم آیا خشونت‌های کلامی دلیل اصلی نزاع‌های خیابانی است؟ بسیاری از شما پاسخ آری به این پرسش دادید، حدود 68% و 32% معتقدید که نه. بله، پاسخ به سوال نظرسنجی افق از سوی کاربران فیسبوک همچنان تا پایان برنامه ادامه داره و لطفاً جواب قطعی این نظرسنجی رو در انتهای این برنامه در فیسبوک دنبال کنید. و اما مایلم از شما دعوت کنم که لطفاً به روال همیشه به فیسبوک افق مراجعه کنید و ما رو در نظرسنجی همراهی کنید و همچنین از طریق گوگل پلاس و توییتر هم با ما در تماس باشید و برای دریافت فایل صوتی برنامه میتونید به ما ایمیل بفرستید. و اما نگاهی بیاندازیم در هفت پرده به گسترش نزاع و خشونت و دعواهای خیابانی در ایران. محمد بسیجه، معروف به محمد بیجه، قاتل 17 کودک و 3 بزرگسال. در روش جنایات هم می‌خواستم خیلی از شیوه ها را روی بچه ها امتحان کنم و چون قبل از این جنایات سگ‌کشی می‌کردم، می‌خواستم ببینم انسان ها با این روش ها چگونه از پای در می‌آیند. مجید ابهری، آسیب شناس، با اشاره به افزایش نمادهای خشونت از جمله غمزنی در عزاداری ها. اگر جشن‌های دینی و ملی را به صورت منظم و مناسب در کشور برگزار کنیم، می توانیم سطح نشاط اجتماعی را به حالت متعادلی برسانیم و بسیاری از ناهنجاری های مراسم عزاداری دیده نمی شود. سعید خراط‌ها، جرمشناس و آسیب‌شناس اجتماعی: 60% نزاع‌ها به علت فحش اتفاق افتاده است. بسیاری از قتل‌ها به علت زبان به وقوع می‌پیوندند.
گلزاری معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان. بررسی‌ها نشان می‌دهد آمار خشونت، کودک‌آزاری و درگیری‌های خیابانی در دبیرستان‌ها زیاد شده است. سازمان پزشکی قانونی در 4 ماه اول سال 1393 224698 نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی کشور مراجعه کردند که از این تعداد 156462 نفر مرد و 68236 نفر زن بودند. بر اساس آمار پزشکی قانونی سال 93، استان تهران خشونت آمیزترین استان و خراسان جنوبی آرامترین استان در زمینه نزاع بودند. سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران: مواردی نظیر آلودگی هوا، آلودگی صوتی و معماری شهری نامناسب می توانند صبر و تحمل را کاهش دهند. بیننده برنامه زنده افق از صدای آمریکا هستید. میهمانهای امشب افق: آزیتا سایان، روانشناس مقیم لس آنجلس، مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس مقیم سوئد، و محمد مصطفی، حقوقدان مقیم نروژ. ممنونم که دعوت افق رو پذیرفتید. خانم سایان، برداشت شما رو بدونیم به عنوان یک روانشناس درباره آمار بالای خشونت در ایران و اینکه تا چند اندازه نزاعهای خیابانی ریشه در اختلالات روانی و ژن افراد داره و تا چند اندازه به تاثیرات محیطی بستگی داره. خیلی ممنونم از دعوت امروزتون و خب خیلی دردناکه در آغاز بگم شنیدن اون چه که به کودکان داره اتفاق میفته. من اون چه رو که تجربه شخصی من هست، من با خیلی از عزیزان در ایران کار میکنم. قبل از هر چیزم بگم صحبتهای من حمله به هیچ دولت و ملتی نیست. من فکر میکنم ما در همه دنیا با این بحران روبرو هستیم. الان لنزمون رو به ایرانه. باور من این هستش که در مملکتی که مادران و یا زنان یک مملکتی از حق و حقوق مساوی برخوردار نیستن و اونها هستند که فرزندان رو بزرگ میکنن و دیدگاه مادر یک دیدگاه ندانم چکاری و بدبختی و عجز و ناتوانی هستش در مقابل اون چه که ظلم داره دور و برش اتفاق میفته و به خودش داره اتفاق میفته. بنابراین وقتی یک زنی که مادره و اون بچه رو از کودکی داره بزرگ میکنه و اون کودک، حالا چه دختر چه پسر، عجز مادر یعنی عزیزترین کسش رو داره میبینه، ناتوانیش رو میبینه، کتک خوردنش رو میبینه، فحاشی نسبت بهش رو داره میبینه، زور و ستم رو داره میبینه و میبینه که این مادر هیچ کاری نمیتونه در مورد اون چه که بهش اتفاق میفته انجام بده، آنچنان دو اتفاق میفته: یا اون بچه احساس عجز میکنه و یا اون بچه احساس خشم میکنه و به خودش قول میده که من وقتی بزرگ بشم هیچ وقت اجازه نمیدم که کسی نسبت به من این کار رو بکنه. پس اون بچه باید با کمال بیرحمی بزرگ بشه. یه دیدگاه دیگه اون کودک نسبت به اون چه که داره میبینه و مشاهده میکنه و تجربه میکنه این هستش که یه موجود عاجزی بشه عین مادرش و دیگران بهش ستم بکنن و اون هیچ کاری نتونه انجام بده. پس جامعه ما تقسیم میشه به ستمکاران و قربانیان و این چیزیه که ما الان داریم میبینیم که یه عده
فقط احساس میکنن هیچ کاری از دستشون بر نمیاد و باید اون چه که ستم بهشون وارد میشه تحمل بکنن. و بعد ما به کودکان مملکتمون دفاع از خود رو یاد نمیدیم، ما اطاعت رو یاد میدیم در مقابل دیگران. پس تعجبی نیستش که یک کسی میتونه به این همه کودک آسیب بزنه، برای اینکه در وهله اول اون کودک یاد نگرفته که تشخیص بده یک آدم خطرناک رو از یک آدم مظلوم و یا یک آدم دوست. و این من فکر میکنم بزرگترین آسیبیه که در مملکتمون داریم میبینیم. بله آقای درویش‌پور، نظر شما رو بدونیم به عنوان جامعه شناس درباره میزان بالای خشونتی که به نظر میرسه بخشی از این آسیب اجتماعی در سطح خیابان و جامعه و مجلس ایران حتی دیده میشه و به نظر میرسه که ابعاد وسیع‌تری داره و حتی در فضای مجازی هم این روزها خیلی بیشتر نمایانه. ببینید این مسئله رو از چند جهت میشه بررسی کرد. نخست اینکه وقتی در کشورهای دیگری که میدونیم دولت‌ها از طریق قانون سعی میکنن شهروندان رو در برابر خشونت در واقع مورد محافظت قرار بدن و خود دولت‌ها مبلغ صلح و گفتگوی دموکراتیک برای حل مشکلات از مشکلات سیاسی گرفته تا مشکلات شخصی و اجتماعی هستیم و صدها نهاد وجود داره که تضادهایی که بین شهروندان چه در خانواده چه در سطح اجتماعی شکل میگیره رو بتونن میانجیگری کنن و بتونن یک مثلا این تضادها رو به گونه سازنده پاسخ بدن. حتی در این کشورها هنوز میبینیم خشونت وجود داره و خشونت‌های خیابانی گرچه خیلی محدوده. حالا برسیم به کشوری نظیر ایران که دولتش نه تنها مانعی از خشونت نیست بلکه خودش سمبل خشونته. یعنی دولتی که خشونت ورزی رو یک فضیلت میدونه و در برخورد با مخالفانشون در زمینه بین‌المللی، در رابطه با کشورهای دیگر، در رابطه با حل مسائل کشور خودش از زبان زور فقط استفاده میکنه، تازه میاره این خشونت رو در ملأ عام نشان میده، میگه نه فقط اعدام میکنم بلکه تو کوچه خیابون اعدام میکنم که همه ببینن شاید وحشت زده بشن. بنابراین دولتی که خودش به خشونت ورزی افتخار میکنه و اصلا اونو علنی میکنه که شاید موجب تعدیب دیگران بشه، بنابراین الگوی مناسبی نیست برای جامعه و با نهادینه کردن خشونت در گسترش فرهنگ خشونت ورزی به شدت نقش ایفا میکنه. یک. دو اینکه جامعه‌ای که به هر حال شکاف بین دولت و ملتش به گونه‌ای رشد پیدا کرده باشه که نوع بیقانونی قانون حاکم شده باشه و اصلا مردم فکر کنن وقتی خود مجریان امور به قانون وفادار نیستن و اصلا از طریق قانون نمیشه مشکلات رو پیگیری کرد و بیقانونی اصلا همگانی است، بنابراین بسیاری از مردم قانون رو در دست خودشون میگیرن و سعی میکنن بسیاری از مشکلات و ناملایمات اجتماعی رو مستقیما خود رأی در کوچه و خیابان حل بکنن بدون اینکه نیازمند اون باشن که فکر کنن به قانون رجوع میکنن، چون نوعی بی‌اعتمادی وجود داره. سوم، طبیعتا در متن این ناهنجاری وقتی شما با فشارهای اقتصادی گسترده روبرو باشید، ببینید در شهرهای بزرگ که رقابت بر سر اشتغال و مسکن و غیره هم جریان داره، نوعی استرس یک امر جدی اون جامعه میشه که فشار اقتصادی هم این استرس ها رو میتونه به مراتب بالاتر ببره و در واقع در گروه هایی که با موقعیت اجتماعی آسیب پذیرتری برخوردارن این روی کرد به اصطلاح به خشونت میتونه گسترده‌تر بشه. نکته آخر در این زمینه، خشونت در این حال یه پدیده عمدتا مردانه است. این رو تمام تحقیقات جامعه شناسانه نشان میده که عمدترین خشونت ها بیش از 90% خشونت ها توسط مردان اعمال میشه، یا علیه زنان یا علیه مردان دیگر، ولی به هر حال توسط مردان اعمال میشه. بنابراین هرچه اقتدار مردانه در جامعه افزایش پیدا بکنه، هرچه کلام اتوریته و آمریت افزایش پیدا بکنه، ریسک رجعت به خشونت برای حل مشکلات بالا میره. و با توجه به اینکه در 30 چند سال اخیر ما شاهد این بودیم که به هر حال حکومت ایدئولوژیش برگونه است که نه فقط تبعیض علیه زنان و بسیاری از شهروندان دیگر رو شاخص اون هست، بلکه
اقتدار پدرسالار و مردسالار رو تقویت کرده و این تقویت زبان اقتدارگرا در نه فقط دولت در کل جامعه امکان مردان رو برای استفاده از خشونت هم افزایش داده و هم گویا به یک حق طبیعی تبدیل کرده. جامعه‌ای که نابردباری در اون فراگیره و هرچی میگذری از دولتش نسبت به ملتش و در میان خود ملت هم نابردباری و نارواداری اصلی ترین اصل زندگی شده، به گمان من خیلی طبیعی است که زبان خشونت تبدیل میشه در واقع به یک هنجار و به عنوان آسیب شناسی اجتماعی باید گفت که متأسفانه جامعه ما با گسترش روزافزون خشونت ها روبروست و به سادگی فکر نمی کنیم مسئله قابل تغییر باشه. حالا آقای درویش بود، این زبان خشونت در فضای مجازی و میان کاربران ایرانی شبکه اینترنت چگونه قابل تفسیرشون؟ به هر حال محدوده جغرافیایی خلاصه نمیشه و چگونه است که دامنه این خشونت در میان کاربران خارج از محدوده ایران دیده میشه؟ این موضوع رو چگونه میشه تفسیر کرد؟ ببینید، از یه طرف در فضای مجازی خشونت در سطح جهانی در حال رشد، نوعی ولگاریزه شدن یا عامیانه شدن در واقع زبان گفتگو در فضای مجازی رشد پیدا میکنه. یک دلیلش اینه که افراد میتونن با اسمای پنهان بیان بدون اینکه شناخته بشن، هر بد و بیرایی که بخوان بگن و به این ترتیب فضای مجازی رو احساس میکنن به اصطلاح بهایی نباید بپردازن و به شدت از زبان خشونت آمیز استفاده میکنن، آزار و اذیت جنسی، بددهانی و غیره. در مورد جامعه ایرانی که خب ما میگم گل بود به سبزه ما راسته شد، یعنی این جامعه اولردی انقدر با فرهنگ خشونت درونی شده، نابسامانی ها در تعمیق اون نقش ایفا کرده، رفتار دولت سیاسی کلی از نفرت و در واقع کینه رو در جامعه فراگیر کرده، همه این گرفتاری ها رو داشتیم، تنش های اتنیکی، تنش های جنسیتی، تنش های بین شهروندان و دولت و غیره، که تازه فضای مجازی زمینه ای فراهم کرده که بسیاری از کسایی که یا از ترس جرئت نمی کنند در واقع حرفشون رو بیان بکنند و یا تمام اون کینه ها، عقده ها، کمبود ها و در واقع خشم ها تلمبار شده، فضای مجازی تبدیل شده به کم هزینه ترین شکل بروز اون و در نتیجه میبینیم حتی مثلا به فلان داور ایتالیایی یا به فوتبالیست مسی به محض اینکه احساس میکنن حتی مسئله ورزشی ممکنه ایران بازنده بشه، بدترین اهانت های ممکن صورت میگیره. این خشم فزاینده ای که در زبان مجازی در واقع باش رو به رو هستیم در فضای مجازی، نشان دهنده عمقیابی خشونت روانی است. یعنی آنجا که خشونت فیزیکی رو افراد یا به دلیل هزینه‌اش جرأت نمی‌کنن یا دستشون نمی‌رسه که خشونت فیزیکی رو به کار ببرن، از دشنام و بدگویی و تحقیر و کینه‌ورزی به عنوان یک خشونت کلامی که در واقع خشونت روانی است استفاده می‌کنن و متأسفانه این پدیده در جامعه ایرانی به شدت رشد پیدا کرده. امریکه میتونه گفتمان دموکراتیک، دیالوگ های سالم و سازنده رو به حاشیه برونه و مردم رو مرعوب بکنه و یا با آزار و اذیت های بسیار گسترده تر روبرو بکنه. همونطور گفتم این عمومی است، ولی در مورد جامعه خیلی بیشتر. حالا آقای مصطفی، به نظر شما رو به عنوان حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد حجم بالای پرونده های مربوط به خشونت بپرسیم. برخی عنوان میکنن که ناامیدی از احقاق حق در دستگاه قضایی ایران، اون چیزی که اشاره شد از طرف آقای درویش بود، دلیل اصلی بسیاری از نزاع هاست. از کیفیت رسیدگی به این قبیل پرونده ها برای ما بگیر و اینکه نوع رسیدگی به نزاع ها آیا منجر به حل کامل اختلافات میان طرفین میشه یا نه؟ بله، در رابطه با مسئله خشونت و افزایش جرم جنایت و خشونت هایی که صورت میگیره، از لحاظ قانونی و اگر ما تمرکز بکنیم به دستگاهی که میتونه و وظیفه پیشگیری از اون رو داره، میتونم بگم که قوه قضاییه طبق اصل 156 قانون اساسی موظف هستش که اقدامات مناسبی برای پیشگیری از جرم به وجود بیاره. چرا؟ به این دلیل که تنها مرجعی که به خشونت‌ها رسیدگی می‌کنه قوه قضاییه است.
زمانی که خشونتی در جامعه رخ میده، نزاع و درگیری در جامعه رخ میده، پرونده این نسبت به اون نزاع تشکیل میشه و قاضی، بازپرس و مرجع قضایی، مرجع انتظامی به اون پرونده رسیدگی میکنن و قوه قضاییه به خوبی میتونه با جمع‌آوری پرونده های مختلف و دعوت از کارشناسان مانند جامعه شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان بیاد و علتها و ریشه های وقوع جرم رو در بیاره. ما در رابطه با اینکه آیا مجازات مناسبی نسبت به ضرب و جرح و خشونت ها داریم یا نه بحثی نداریم، به این دلیل که مجازات ها در قانون مشخص هست برای خشونت های جسمی و حتی روحی و روانی از جمله افترا و تهدید و توهین و این گونه موارد. پرسش اینجاست آقای مصطفی، آیا فکر میکنید این نوع مجازات ها جنبه بازدارندگی داره و یا اینکه مجرم به محض خروج از زادگاه و یا زندان میتونه به کار خلاف خودش ادامه بده؟ متاسفانه تا به حال که نداشته، اگر داشت آمار خشونت ها افزایش پیدا نمیکرد و کاهش پیدا میکرد. ببینید سال 1184 یک لایحه‌ای توسط رئیس جمهور اون زمان آقای خاتمی تهیه شد و اون لایحه به نام لایحه پیشگیری از وقوع جرم بود. لایحه پیشگیری از وقوع جرم از اون زمان تا الان هنوز در سیر تصویبش هست و در حال حاضر در مجمع تشکیل مصلحت نظام در اون لایحه اقدامات بسیار خوبی در نظر گرفته شده نسبت به پیشگیری از وقوع جرم که اگر اون لایحه به تصویب برسه شاید بشه باری از این مسئله خشونت در جامعه برداشت. و بحثی که وجود داره این استش که متاسفانه از نظر حجم پرونده‌هایی هم که در دستگاه قضایی ما داریم و رفتاری که قضات نسبت به پرونده ها میکنن، این هم میتونه عاملی بر افزایش خشونت ها بشه. رسیدگی به پرونده ها بسیار طولانی هست و خیلی از مواقع اعمال خشونت آمیز نسبت به افراد صورت میگیره. خیلی وقتها خشونت هایی که در جامعه صورت میگیره عامل اصلیش میتونه خود دولت باشه. خیلی از موارد هستش که میتونه در رابطه با افزایش خشونت ها تاثیر بذاره. و خانم سایان، از شما بپرسیم به کیفیت رسیدگی پرونده ها در دستگاه قضایی اشاره شد، با نگاهی به حجم بالای پرونده های مربوط به خشونت خانگی و جنسیتی و چه بسا انواع خشونت میشه فهمید که افراد پیش از اینکه برای رفع مشکلات خودشون به نهادهای مشاور خانواده و مددکاری اجتماعی مراجعه کنن، مستقیما با تشکیل پرونده در دستگاه قضایی سعی میکنن مشکلشون رو حل کنن؟ پرسش اینجاست که مراجعه به روانشناس در فرهنگ ایرانی تا چه اندازه شناخته شده است؟ بسیار زیاد. من واقعا افتخار میکنم به مردم جامعه به خصوص درون ایران که لااقل من به عنوان یک روانشناسی که با مردم ایران خیلی نزدیک در تماس هستم و به طور روزانه این رو میدونم که عده بسیار زیادی تشنه این هستن که مسائل خانوادگیشون رو حل کنن. میدونیم ما مملکتی هستیم که اگر قومی بودیم الان فامیلی شدیم، یعنی اگر اون حالت قومی خودمون رو تا حدی داریم از دست میدیم، ولی فامیل هنوز برای ما حرف اول رو میزنه و خیلی اهمیت میدیم به روابط خانوادگی. اون چی که از نظر من تغییر کرده، بازم تکیه میکنم من به رول زن، به خاطر اینکه باور من این هستش که رول زنان در هر جامعه ای کلید اون جامعه است برای حل کردن بسیاری از مشکلاتشون، به این دلیل که نه تنها زن به عنوان مادر بلکه به عنوان همسر رولی رو که میتونه بازی بکنه و بازی کرده از لحاظ تاریخی، زنان ما رول مادر و زن روحانی رو در جامعه داشتن و احترام و عزت زن و مقام زن و مقام مادر در جامعه ما یک چیز مقدس بود. متاسفانه و یا خوشبختانه، از بستگی داره چه دیدگاهی دارید نگاه میکنید، در دوران قبل از انقلاب
ویژگی دیگری به زن ایرانی اضافه شد و اون هم زن مدرن، زن جنگجو، زن لوند، و بنابراین ما دیدگاه‌های دیگری نسبت به زن پیدا کردیم که یه مقدار حالت تکاملی تری به دیدگاه ما راجع به زن داد. ولی با آمدن انقلاب اتفاقی که افتاد اینه که خاکستری از زن لوند رو ما در جامعه شروع کردیم به دیدن و نابودی اون زن بگو بخند رو، شیطان و سکسی رو به علت مذهبی و یا جو جامعه و جنگ و انقلاب ما دیدیم که به مقدار زیادی شروع کرد جامعه به هل دادن اون توی یک سوراخی و در رو بستن به روش. و اتفاقی که افتاد اینه که زنان ما به دو گروه تقسیم شدن، زن روحانی و زن جنگجو. زن جنگجویی که میخواست از حق و حقوق خودش دفاع بکنه و یا اینکه اجازه نده که پایمال بشه، و زن روحانی که احساس میکرد که تنها راه ابراز خودش اینه که به روحانیت پناه ببره و مظلوم باشه تا مورد ستم قرار نگیره و از این جهت هنوز وجهه خودش رو حفظ بکنه. مادر بودن در مملکت ما تبدیل شد به چیزی که البته روحانیون نگاه یکسانی به زن آنچه که شما صحبت میکنین ندارن. به هر حال اونها هم به قولی افکار خیلی مترقی نسبت به زن دارن. اما حالا خانم سایان، چه بخشی از این ناهنجاری های اجتماعی نظیر خشونت های رفتاری در میان اعضای خانواده با مراجعه افراد به روانپزشک یا مشاوره های تربیتی قابل برطرف شدنه؟ متاسفانه، بعد این رو واقعا عادلانه بگم، متاسفانه روانشناسی در داخل مملکت ما هنوز احتیاج به پیشرفت داره. الان اکتفا به این میکنن که دارو بدن. دارو از نظر من قضایا رو نه تنها بدتر میکنه، بلکه کسی که درمان روحی روانی و جسمی و جنسی نشده باشه، شما دارو رو که به اون اضافه میکنی مثل یه مواد انفجاری میمونه به اون روح و روان و ذهنی که الان درگیر خودش هست. حالا هم شما یه مخدری بهش اضافه کردین، قضیه رو بدتر کرده، بهتر نکرده. ما وضعیت بهتری از لحاظ درمان مریضی های روحی روانی خانوادگی جنسی آزارها پیدا نکردیم. ولی این رو با این پرانتز میگم که البته که هر چیزی وقتی در حال رشده نمیشه سنجید که وقتی بزرگ میشه چی میشه. ما در حال رشد هستیم. امید من حالا میتونید بگید انسان خوشبینی هستم، امید من به مردم ایران و به رشد اونها این هستش که ما در 10 سال آینده جامعه‌ای رو خواهیم دید که بسیار از لحاظ روحی روانی رشد خواهد کرد. باور من این هستش که ما یه چیزی میان کودکی روحی عاطفی و نوجوانی روحی عاطفی مردم ایران هستیم و ما در حال رشدیم. بنابراین نمیشه قضاوت کرد که آیا به انسان سالمی تبدیل خواهیم شد. باور من این هستش که زوده برای سنجیدن این قضیه، و این خشونتی رو هم که ما داریم میبینیم یک خشونت دوران بلوغ در از جامعه ما هست و باید اجازه داد که ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد در دهه آینده، چون نهایتاً مردم فکرشون بسیار باز شده، از طریق اینترنت اطلاعات خیلی بیشتری داره به دستشون میرسه، کتابهایی رو دارن مطالعه میکنن که فکر اونها رو عوض میکنه، باز میکنه. هر چقدر که جلوی تلویزیون ها و رسانه ها گرفته بشه، اینترنت باز در درون خونه های مردم مثل همین برنامه امروز باعث گشایش فکر مردم میشه. جلوی رشد شما نمیتونیم بگیم. حالا آقای درویش‌پور، به تغییر سیستم فکری خانم سایان اشاره کردن، چه بخشی از این خشونت ها و نزاها که در خیابان این روزها جلوه پیدا میکنه ناشی از تغییر سبک زندگیه و به قول چرا ارزش های اخلاقی در جامعه‌ای که حکومتش به دینی بودن خودش افتخار میکنه در حال کمرنگ شدنه؟ آیا این معضل ریشه در سیستم فکری حکومت داره احتمالا؟ ببینید، دو نکته دیگر رو من در پاسخ به سوال شما در رابطه با بحث قبلی من اضافه کنم. وقتی گفتم این حکومت خودش مبلغ خشونت هست، در واقع نوعی سادومازوخیسم اجتماعی رو اتفاقا به نام دین پرورش میده.
یعنی با مظاهر نشاط و شادی عناد ورزی میکنه. میبینیم حتی با جشن شادی، جشن آب هم عناد ورزی میکنه، با جشن چهارشنبه سوری هم عناد ورزی میکنه، چه برسه به شادی هایی که نسل جوان به شدت به اون نیازمنده و یا روابط نشاط انگیزی که افراد میتونن با یکدیگر داشته باشن. چرا گفتم سادومازوخیسم اجتماعی؟ یک بخشش سادیسم اجتماعی است، یعنی یک خوی ویرانگر که این ویرانگری رو از طریق منهدم کردن، نابود کردن و اصلا تبلیغ تخریب انجام میده. یعنی وقتی شما هر چی رو که باهاش مخالفید میزنید محو میکنید، از مخالف سیاسیتون گرفته تا اینکه مثلا یک بزهکار رو فکر میکنید باید اعدام کرد، در واقع نوعی خوی و مشی سادیستیک رو در جامعه روان میدارید، گسترش میدید. از یک سو، آن سوی این سادیسم دیگر آزاری هست، مازوخیسم خودآزاری است. ببینید چقدر تبلیغ میشه مراسم مذهبی که در واقع هی تبلیغ میشه جوانان مثلا باید برن به جای شادی کردن عزاداری کنن، مراسم مذهبی رو به یاد ببرن، روحیه اخمود، غمبادگی و گرفتگی رو داشته باشن. این سادومازوخیسم طبیعتا روان جامعه رو افسرده میکنه، روان جامعه رو بین به همون دو حالت، یا پرخاش نسبت به دیگری و یا در خود فرو رفتن و یأس و مشکلات روانی بسیار تبدیل میکنه. این که با حکومت دینی که خودش مبلغ اخلاقه، چجوری این همه ارزش های اخلاقی در جامعه در واقع سقوط کرده، به نظرم سخت نیست فهمیدنش. اگر شما به کسی که خودش رو مهمترین منبع ارزش اخلاقی میشناسه، نهایت ریاکاری، دروغگویی، فساد، رشوه‌خواری و تمام نابسامانی‌هایی که می‌بینید، همون کسانی که قرار مبلغین اخلاق باشن انجام بدن، روشنه که جامعه دیگر اصلا ارزش اخلاقی رو چندان به رسمیت نمی‌شناسه و نوعی این ناهنجاری به اصطلاح و ارزش‌های جمعی مشترک اخلاق جمعی بخشی از اونه فرو می‌پاشه. چیزی که می‌تونست این فرایندها رو تغییر بده به نظر من با سیاست هایی که در پیش گرفته حاکمیت، ما شاهد بهبود نخواهیم بود. برعکس، روز به روز تمام آمارها نشون میده در همه زمین ها متاسفانه اوضاع بدتر میشه. حالا به آقای درویش‌پور، به نگاه حاکمیت اشاره کردید و همینطور به نسل جوان، آیا میشه بار خشونت گسترده در جامعه رو رو دوش جوانان و نوجوانان گذاشت و اینکه چون آنها ناپخته و بی‌تجربه هستن میتونن عامل بروز خشونت در جامعه باشن یا نه؟ ببینید، اتفاقا خواستم بگم جنبش سبز نشون داد که زمانی که یک حرکت اجتماعی امیدبخش، هدفمند و سازنده پیش رو هست، اتفاقا این جوانان به نیروی اصلی سازندگی تبدیل میشن. میزان حضور جوانان در جنبش سبز ایران و نشاطی رو که ایجاد کرده بود این فضا در خلاقیت‌های جوانان بسیار بسیار چشمگیر بود، زبانزد جهانیان شد. اما زمانی که اون جنبش هم سرکوب شد، جامعه‌ای که دچار یأس میشه، نه انجمن‌های مستقل فعالیت میتونن بکنن، نه حرکت‌های اجتماعی آزادن، نه دانشجویان حتی میتونن درس مورد علاقه خودشون رو به سادگی انتخاب کنن، استاداشون تسویه میشن، تفکیک جنسیتی تبلیغ میشه، یعنی همه عوامل نوعی به اصطلاح این جوانان رو یا به کینه یا به سمت فرار سوق میده، کما که خیلی سعی کردن اصلا ناامید از بهبود اوضاع اصلا از کشور فرار کنند، یا اینکه نوعی در خود فرو رفتگی. و اگر جوان نتونه در واقع با این مجموعه دشواری ها حمایتی داشته باشه، راه حل مثبتی برای تغییر ببینه، پرخاشگری و خشونت و یا افسردگی طبیعتا به اصل تعیین کننده رفتارش تبدیل خواهد شد. بذارید این جمله آخرم بگم، جامعه ما چنین نیست. روانشناسان هنوز پیش روانکاو رفتن رو نوعی تابو میدونن. بخش مهمی از جامعه، مردم که همه یک دست نیستن، و بنابراین بیش از آن که سعی بکنن از طریق میانجی ها و یا نهادها مشکلاتشون رو حل و فصل بکنن، عملا هیچ کسو ندارن جز در روابط نزدیک، بغل دستی، دوست، آشنا یا اعضای خانواده، این تنش ها، این عقده ها، این سرکوب ها، این کینه ها و خشم ها رو بیرون بریزن. بنابراین اگر جوانان در این زمینه به هر حال یک نیروی فعال خشونت هم شدن،
من اونها رو مقصر اصلی نمیدونم، همونطوری گفتم از بین بردن زمینه‌های شادی، نشاط و لذت‌جویی جوانان رو عامل اصلی در واقع به ویرانگری کشیده شدن بخش از جامعه جوانان. حالا آقای مصطفی، وظیفه قانون رو بشنویم از شما در کاهش میزان خشونت به حال چگونه تعریف میشه و در قوانین ایران تا چه اندازه به عنصر پیشگیری از جرایم توجه شده؟ شما به موضوع آقای خاتمی اشاره کردید و توجه ایشون، چون گفته میشه که به هر حال 2000 عنوان مجرمانه وجود داره و هنوز وجود داره این 2000 عنوان مجرمانه و دولت میلیاردها دلار خرج پیشگیری از این عناوین مجرمانه میکنه. ببینید، عنوان‌های مجرمانه اگر در یک کشوری افزایش پیدا بکنه، این نشان دهنده این نیستش که حتما آمار خشونت‌ها یا جرایم و امنیت در کشور بهتر خواهد شد یا اینکه وضعیت بهتر خواهد شد. این نشان دهنده این هستش که یک نوع دیکتاتوری حکومت می‌کنه. در کشورهای دموکراتیک به این اندازه جرم ندارن که ما داریم. این از یک سوی قضیه. از سوی دیگه این که ما در قانون در رابطه با مسائلی که هم خانم سایان هم آقای درویش عنوان کردن، مسائل و مواردی رو داریم که میشه از اونها استفاده کرد. مثلا در قانون اساسی نسبت به جوانان و شغل اونها، امکانات رفاهی اونها و حتی در برخی از قوانین دیگه مسائلی وجود داره که نشون میده که اگر دولت بخواهد میتواند از این قوانین استفاده بکند برای اینکه رفاه در جامعه حاکم بشه. اولا اینکه دولت چنین کاری رو نمیخواد انجام بده و علاقه ای هم به این کار نداره. اون مسائل مهمتری که برای دولت در نظر گرفته شده خط قرمزهایی هستش که ما الان در جامعه هم میبینیم. گفته میشه آقای مصطفی، آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه با همین شعار پیشگیری از جرائم اومدن بر سر کار و حتی لایحه‌ای را هم تنظیم کردند و در پیش و تاب مجلس و شورای تشخیص مصلحت نظام این لایحه در حال رفت و برگشته. به نظر من یکی از جمله افرادی که باعث افزایش خشونت در جامعه شد همین آقای صادق لاریجانی هستند. از زمانی که ایشون آمدن و عهده‌دار رئیس قوه قضاییه شدن، نه تنها وضعیت قوه قضاییه بهتر نشد، بدتر هم شد. جامعه هم رو به فساد رفت و وضعیت خشونه از ضرب و جرح و نزاع خیابانی هم افزایش پیدا کرد و این علتش به این دلیل استش که آقای لاریجانی از همان اولی که آمدن حرفای بسیار خوبی میزدن ولی در عمل به هیچ عنوان اعمال خوبی انجام نمیدادن. در هیچ دوره ای از دوره های قبلی ما مجازات قطع دست رو اعمال نمی کردیم یا پا رو اعمال نمی کردیم یا به این صورت اعدام ها در ملأ عام نبود یا به این صورت افراد تحقیر نمی شدن. در حال حاضر جوانان ما تحقیر می شن، افراد سرخورده شدن، انگیزه نسبت به ادامه زندگی وجود نداره. من نمیگم که صرفاً قوه قضاییه مقصر هست، قوای دیگر هم مقصر هستند. قوه مجریه توانایی اداره حکومت رو به اون صورت نداره، به جوانها کمتر اهمیت میدن، کمتر ارزش قائل میشن. در دستگاه قضایی مراقبت‌های پس در زندان هم وجود نداره، چه برسه به بعد از زندان. به این دلیل که بیشتر کسانی که بازداشت میشن و به زندان میرن به خاطر این گونه موارد، زمانی که آزاد میشن باز هم مرتکب جرم میشن. حالا به این مسئله خواهیم پرداخت آقای مصطفی، اما خانم سایان شما بگید که تا چه اندازه عنصر آموزش روش‌های مدارا و کنترل خشم در خونه و مدرسه و دیگر نهادهای تربیتی میتونه تعیین کننده باشه و اساساً تا چه اندازه کنترل رفتار آموختنی هست؟ ممنونم از لطفتون و همینطور مهمانان عزیزتون و اون چه رو که مطرح کردن. باور من این هستش که یکی از مشکلات اصلی روحی روانی مردم در هر کجای دنیا این هستش که دنبال مقصر بگردیم، دنبال یک کسی بگردیم که اون رو بگیم دلیل مشکل ما اینه. الانم
فکر میکنیم که بعد دنبال این بگردیم که ببینیم دولت اشتباهش چیه. باور من اینه که دولت از کی تشکیل میشه؟ از همون مردم تشکیل میشه. اون مردم اگه که بریم به کوچکترین به اصطلاح دایره‌ای که مردم رو تشکیل میده، یک زنن و یک مرد، یک شوهر و یک زن که اون حلقه کوچک رو تشکیل میدن و بعد کودکان اونها که توی اون منزل بزرگ میشن زیر دست اون مادر و پدر. درسته که ما میتونیم بگیم جامعه بزرگتر اثرگذاره به جامعه، به اون حلقه کوچک خانواده، ولی باور من این استش که اگر ما از خانواده ها شروع بکنیم، از اثر گذاشتن به خانواده ها شروع کنیم و تغییر دادن طرز فکر و پرورش کودکان و تربیت کودکان، اگر که ما مادر و پدر اون جامعه رو اول بهشون رسیدگی بکنیم و نگاه بکنیم ببینیم همون کسایی رو که ما در قوه قضاییه یا نمیدونم حکومت میخوایم محکومشون بکنیم. کتاب بسیار بسیار جالبی در حدود 30 سال پیش نوشته شد، For Your Own Good، نویسندهی اون رو نوشت به اسم آلیس میلر، که کودکی هیتلر رو آنالیز میکرد و میگفتش که اگر هیتلر در دوران کودکیش این همه شکنجه نشده بود و زجر نکشیده بود و کتک نخورده بود و مادر اون کتک خوردن فرزندش و شکنجه کودکش رو نگاه نکرده بود و تونسته بود کاری در مورد اون کتک خوردن و زجر بچهش انجام بده، اون وقت ما هیتلری نداشتیم که 6 میلیون انسان در کوره بسوزن. من فکر میکنم ما به حکومت نگاه میکنیم انگار داریم با یک کسی به غیر از انسانها طرف هستیم. اونها هم خودشون کودکانی بودن که کتک خوردن، آزار دیدن، ضرب و شتم دیدن، کتک خوردن مادرشون رو دیدن، ظلم به پدرشون رو دیدن و بعد باور فکرشون این شده که خب حالا پس باید با این قضایا اینجوری روبرو بشیم. من فکر میکنم ما باید برگردیم به نهاد خانواده و باید فکر بکنیم که چطوری به والدین یاد بدیم که هم خودشون دردهای کودکی خودشون، عقده‌های کودکی خودشون، ناراحتی‌های کودکی خودشون، زخم‌های کودکی خودشون رو درمان بکنن، به خودشون برسن و بتونن ببخشن اون چه که به سرشون اومده. نه فقط ببخشن کلامی، بلکه واقعا از صمیم قلب یه درمانی براشون پیدا بشه، که ما این کارو توی کارگاه‌هایی که انجام میدیم برای زنان و مردان انجام میدیم که اونها هم بتونن خشمشون رو ابراز بکنن، هم بتونن دیدگاهشون رو تغییر بدن، هم بتونن ببخشن ظلم و آسیبی که به اونها وارد شده و واقعا از صمیم قلب از لحاظ درمانی اون رو ببخشن و به یک صلح و آرامش درونی خودشون برسن که دیگه نخوان اون بلا رو سر یک کس دیگه بیارن و یا بیرحمانه فکر بکنن که برن انتقام بگیرن و یا اینکه اوکیه که اگه من یه بلای سر خودم اومده حالا سر کودکم هم این بلا رو بیارم. وقتی ما بتونیم از کوچکترین نهاد جامعه درمان رو شروع بکنیم و والدین یاد بگیرن که دردایی که به سر خودشون اومده سر فرزندانشون نیارن و دیدگاه متفاوتی به حق و حقوق فرزندشون داشته باشن، به احساسات فرزندشون داشته باشن، من فکر میکنم گامهای عظیمی برمیداریم به درست کردن جامعه. ما میتونیم از کوچیک شروع بکنیم یا بگیم بریم از بالا درست بکنیم بیایم به پایین. نگاه من این استش که تا حالا هر موقع ما خواستیم که از بالای مشکلی رو درست بکنیم همیشه اون بالا رو قضاوت کردیم که چرا زود حرکت نکردن، چرا قانون درستی نذاشتن، چرا کارشون درست نیست، چرا عدالت درست نیست. خب ما خیلی راحت میتونیم بشینیم اونا رو قضاوت بکنیم، ما تو موقعیت اونها نیستیم و نمیتونیم 70 میلیون آدم رو بگیم چرا اونا درست ادارش نکردن. مگه همینجا تو آمریکا دارن درست اداره میکنن؟ مگه همین هفته تو آمریکا این همه خشونت اتفاق نیفتاد؟ این همه مرگ بدون دلیل اتفاق نیفتاد؟ قضاوت کردن یه دولت به نظر من خیلی آسونه، ولی درست کردن یه مملکت خیلی کار مشکلیه و ما به جای اینکه بشینیم و بگیم چرا اونا کاراشون رو درست انجام نمیدن، باید فکر بکنیم ببینیم به کوچکترین عنصر اون جامعه چطوری میتونیم کمک بکنیم که خانواده ها هستن، که اونها بتونن خودشون رو درست بکنن. من فکر میکنم اگه دست از قضاوت برداریم، همین الانم ما هم داریم
خشونت میکنیم بله. چون داریم تقصیر یکی دیگه میندازیم، بعد یکی دیگر رو محکوم میکنیم بدون اینکه بدونیم اون چرا داره کاریو میکنه که میکنه بله. و نشستیم اینجا به قضاوت اونها بله. من فکر میکنم خودمونم باید یاد بگیریم که این کار رو انجام ندی. بله، البته به موضوع آمریکا اشاره کردید. این موضوع کنترل استفاده از سلاح در آمریکا موضوعی هستش که پرزیدنت اوباما مشخصا روی اصلاح اون تاکید دارن، اما به هر حال این در جامعه ایرانی که اسلحه دست مردم وجود نداره، این میزان از خشونت به هر حال پرسشی است که تا انتهای این برنامه بهش خواهیم رسید. اما آقای درویش پور به نهاد خانواده اشاره کردن، خانم سایان، و اینکه شما هم به هر حال در صحبتاتون به سهم جامعه از نشاط اجتماعی و شادی هم اشاره کردید. برای ما بگید که به هر حال این خشونتی که در میان خانه و جامعه در جریان هست، این فرهنگ خشونت احتمالاً از کجا به کجا سرایت کرده؟ یه نکته بگم که به نظر من توجیه خشونتی که از بالا به پایین در جامعه جریان داره خودش مشروعیت بخشیدن داره. متاسفانه کلام خانم سایان متاسفانه به گمانم بدونی که قصدش رو داشته باشن، شاید با نادیده گرفتن این که مردم که تو خلا زندگی نمی کنن، همون ایرانیانی که تو اونجا با هزاران خشونت روبرو میشن، توی مثلا میان کشوری نظیر سوئد بود جز فرهیخته ترین چهره های این جامعه میشن، برای اینکه فرصت اجتماعی برای رشد، فرصت اجتماعی برای اشتغال درخور، شأن اجتماعی به دست میارن و روشنی که فرصت‌های اجتماعی فوق‌العاده کلیدی است. رفتار آدمی تو خلأ شکل نمی‌گیره. بنابراین اگر شما انسانی رو مرتب تحقیر کنید، سرکوب کنید، مجازات کنید، اصلاً از ابتدا از کودکی تا به انتها تا بلوغ دائما با رابطه اقتدارگرایانه منکوبش بکنید، خشونت رو درش درونی کردید. انتظار این طرز تلقی و تربیت این تغییر بکنه که خیلی عجیب غریب خواهد بود. بنابراین قطعاً باید به ایجاد فرصت‌های اجتماعی، تغییر مناسباتی که عامل اون خشونت‌ها هست و یا زمینه‌ساز گسترش خشونت هاست توجه بکنیم، وگرنه به گمان من بحث بسیار سطحی و به یک سری موعظه‌های اخلاقی تقلیل خواهد یافت. اما در رابطه با اشاره‌ای که شما گفتید، من بارها تو نوشته‌هام راجع به پژوهشگر که راجع به خانواده داشتم به این نکته اشاره کردم. خشونت نه در ایران نه در هیچ جای دنیا فقط از بالا به پایین جریان نداره، از دولت به ملت این فرایند معکوس هم داره. بنابراین خشونتی که در خود خانواده باز تولید میشه توسط پدر علیه مادر، توسط والدین علیه کودکان، توسط فرزند مثلا مذکر علیه مؤنث و بزرگتر علیه کوچکتر، خب این سلسله مراتب هیرارشیک یا آمرانه در خانه، در مدرسه، در سربازی، در ادارات همه جا جریان پیدا میکنه و فرد وقتی در جامعه بزرگ شده به نقد خشونت رو به شدت فرا گرفته. اگر این فرایند نیچه تغییر بکنه به گمان من قطعا اولا همه مردم الزاماً چجوری بگم ابژه هایی نیستن که مون نیستن که هر طوری که حاکمیت یا مثلا ارزش های مسلط بخواد اونها شکل بده. در همون جامعه کسانی هستن که فرزندانشونو به بهترین نحوی تربیت میکنن، یک نوع الگوی تربیتی آلترناتیو دارن، شرایط اجتماعی، شرایط تحصیلی، شرایط اقتصادی مناسبتری رو ایجاد میکنن. بنابراین الگوی به گمان من برابری در روابط خانوادگی، الگوی فرزند محوری به جای پدر محوری، الگوی در واقع روابط دموکراتیک در خانواده، این یکی از الگوهاییست که میتونه به کاهش تشنج در خانواده منجر بشه و در سطح جامعه هم فراگیر کردن گفتمان‌های دموکراتیک بالاخره حداقل کاری است که باید انجام داد. و این بدون نقد سیستماتیک روش‌های حاکم، ارزش‌های حاکم میسر نیست. اون نقد، نقد تخریبی نیست، نقدی به قصد سازندگی است. یعنی به جای کلام دیکتاتوری کلام دموکراسی رو روش بدید، صلح رو به جای خشونت روش بدید، آن موقع فرصت‌های اجتماعی ایجاد کنید به جای این همه گرفتاری هایی که مردم دارن. آن موقع خواهیم دید که همین مردم چقدر ظرفیت تغییر و رویکرد به یک زندگی شاداب، پرنشاد و مثبت‌تر و سازنده‌تر خواهند. خانم سایان، دوست داری شما نکته رو اضافه بکنید و اساسا بگید که به هر حال برایند رفتار ناشی از چه عواملی است؟
بله، من صدای خانم سایان رو ندارم متاسفانه. اگر که دنیا رو یک خانواده مجسم بکنید و ایران رو یکی از اعضای خانواده که الان یه چیزی حدود 38 سال در حال تحریم و از لحاظ اقتصادی به این مملکت اینقدر فشار اومده، من فکر میکنم که خب وقتی که پدر یک خانواده و مادر یک خانواده باید کار بکنن که فقط اون خانواده بگذره اموراتش و شاید صبر و تحمل و وقت و اون صبوری رو که باید با فرزندانشون داشته باشن یا وقتی رو که بذارن برای رسیدگی به اونها و وقتی که به خاطر پرداخت خرج خانواده جامعه تبدیل میشه به یه حالت بزر و بزن و ببر و بیرحمی به خاطر نداشتن امکانات مالی، آدم ها یه مقدار بیرحم میشن نسبت به هم دیگه و من فکر میکنم این خب خیلی اثر منفی روی مردم مملکت ما گذاشته که به سخاوتمندی معروف بودیم ما همیشه و هنوزم من فکر میکنم مردم مملکت من این سخاوتمندی در اصل ما، در نهاد ما وجود داره، ولی فشارهایی که به ما اومده، فشارهایی که نه فقط در سطح خانواده به ما اومده بلکه در سطح مملکت به ما اومده و هر جوری بوده مملکت ما سعی کرده چه به درست چه به غلط خودش رو در این 35 سال گذشته سرپا نگه داره با فشارهایی که بهش اومده، من فکر میکنم ما میتونیم بیرحمانه نگاه بکنیم و با دیدگاه قضاوت نگاه بکنیم و یا یه مقدار بازترش بکنیم و بگیم خب ما یه مملکت طرد شده. حالا خانم نساییان، چه راهکاری رو شما ارائه میدید برای اینکه به هر حال بتونه آستانه تحمل افراد رو بالا آورد و بعد اینکه به هر حال از میزان خشونت کاست؟ ما حدود 8 دقیقه به پایان برنامه داریم، خیلی کوتاه بفرمایید. من فکر میکنم خودمون اگر این خشونت رو انجام ندیم، خودمون این قضاوت رو انجام ندیم، خودمون نگاه عادلانه داشته باشیم چه در درون ایران چه در بیرون ایران و به جای اینکه بخوایم قضاوت بکنیم نگاهمون رو بندازیم به درک کردن شرایط و از همه زوایا، به جای اینکه حتی اون حکومت رو قضاوت بکنیم، دیدگاه دوستانه و صلح آمیز همونطور که مطرح شد داشته باشیم در همه مراحل و بتونیم دوستانه مسائلمون رو حل بکنیم. خودمونم که از بیرون داریم قضاوت میکنیم، قضاوت محترمانه انجام بدیم به جای اینکه ما هم بیرحم باشیم. آقای مصطفی، از شما بپرسیم، گفته میشه که به هر حال نزاع و درگیری جزو جرائم اتفاقی هست، با چه راهکار و با کدام اصلاحات قانونی میشه به قولی اندکی از بار پرونده‌های قضایی کم کرد و قوه قضاییه برای ما بگید؟ دوست داشتید البته اشاره‌ای هم بکنید که در مراکز اصلاح و تربیت نوجوانان و جوانان چگونه عمل کردی داره و آیا تونسته افراد سالمی رو به جامعه بفرسته یا نه؟ ببینید، تمامی این موارد برمیگرده باز هم به دولت. اینطور نیستش که دولتی که ما در این 38 سال داشتیم از مردم تشکیل شده باشه. اگر ما یک انتخابات آزاد و عادلانه در کشورمون داشتیم، آن وقت میتونستیم عنوان بکنیم که بله، دولت از مردم تشکیل شده. دولت ما از یک حکومت با یک ایدئولوژی خاصی تشکیل شده و اون ایدئولوژی هستش که در حال حاضر حاکم هست و در خانواده هم اون ایدئولوژی تزریق میشه. بنابراین این که ما فکر بکنیم اگر بخوایم از خانواده شروع بکنیم مشکلاتمون حل میشه، در بلند مدت بله میتونم بگم مشکلات خیلی زیادی احتمال داره حل بشه، ولی خانواده ای که توان این رو نداشته باشه که وضعیت اقتصادیش رو کنترل بکنه یا وضعیت اجتماعی یا امنیت اجتماعیش رو کنترل بکنه، نمیشه توقعی ازش داشت که بتونه رو ابعاد سالم شدن رو خودش کار بکنه، در صورتی که عقیدم بر این هستش که رو خانواده هم میبایست کار کرد. دولت هست، در دولت به صورت کل منظور من هست، در دستگاه قضایی هم به همین صورت هستش. در دستگاه قضایی هم خیلی از کسانی که وارد زندان میشن به دلیل ارتکاب جرم‌های خشونت‌آمیز، زمانی که از زندان خارج میشن باز هم مرتکب جرم میشن. چرا؟ به این دلیل که نه مراقبت در زمانی که در زندان هست نسبت به اونها وجود داره
به دلیل اونها، به دلیل اینکه به نیازهای این قشر از افراد اهمیت داده نمیشه و نه به مراقبت‌های بعد از زندان توجه میشه و انگیزه که افراد دارن نسبت به زندگیشون از دست رفته. بنابراین به نظر من حکومت نقش کلیدی رو میتونه داشته باشه. من مقصر نمیدونم دولت، ولی حکومت به نقش کلیدی داره. از طرفی انجمنها هم نقش بسیار زیادی دارن. متاسفانه انجمنهای غیر انتفاعی در ایران از اون فعالیتی که میباید برخوردار باشن برخوردار نیستن. چرا؟ چون حمایت نمیشن. در بسیاری از کشورهای پیشرفته انجمنها نقش بسیار خوبی و ارزندهی در پیشگیری از وقوع جرم دارن، در پیشگیری از خشونت دارن. زمانی که یک خشونتی در یک جایی رخ میده، تجاوزی صورت میگیره یا هر مسئله دیگری و ابعاد گستردهی پیدا میکنه، دولتهای اون کشورهای پیشرفته بودجه های خیلی کلانی رو به انجمن ها میدن و دست اونها رو باز میذارن که به خانواده ها کمک بکنن یا فعالیت های خودشون رو گسترده بکنن. بنابراین دولت میتونه نقش کلیدی داشته باشه. نباید غافل باشیم از اینکه صرفا به خانواده توجه بکنیم. هم خانواده، هم دولت، هم جامعه، همه اینها میباید به صورت موازی و در عرض هم مورد توجه قرار بگیره. آقای درویش‌پور، در یک جمع‌بندی کلی برای ما بگید که چه کسی باید از آمار بالای خشونت در جامعه ایران که نشانی از همزیستی مسالمت‌آمیز درش دیده نمیشه احساس خطر بیشتری کنه، حکومت یا جامعه؟ قطعاً در درجه اول حکومت مسئول و مقصر این نابسامانیست. این حرفا کدومه؟ شما تو کشور دموکراتیکی مثل سوئد نگاه میکنید که انتخابی هست، سر تا پای این جامعه نهادهای دموکراتیک روش پیدا کردن. به محض اینکه یه مشکل اجتماعی پیش میفته فوراً دولت تشکیل جلسه میده، کمیته‌های تحقیق میذاره که ببینه چه نقصی در سیاست گذاری دولت بوده که مثلا موجب گسترش بیکاری در جوانان و مثلا گسترش بدهکاری شده. حالا تو حکومتی که دولتش جامعه مدنی رو، برخلاف تمام دنیا که دولت‌ها جامعه مدنی رو تشویق میکنن، حمایت میکنن، دولتی که جامعه مدنی رو سعی میکنه ببلعه، به شکل خودش در بیاره و هر مقاومتی رو در جامعه مدنی و هر اصلا مظهر نشاط و شادی رو سرکوب بکنه، بعد اون دولت رو اصلا بری از تفسیر بدونیم، به قول من بیشتر توجیه اون دولت هست تا آسیب شناسی مشکلش ده. نخست این که به استنباط من این گسترش خشونت ها طبیعتا زنگ خطر جدی است برای حاکمیت، برای اینکه درسته که این حاکمیت به هر حال با کلام اقتدار سرکوب اساس فلسفه وجودیش رو تشکیل میده، اما جامعه که خشونت به شدت درش همه گیر بشه روزی میتونه به یک انفجار کینه ورزانی روی بیاره که نه از در واقع تاک نشانی باقی بمانه و اصلا هیچ از هیچ شیرازه جامعه در هم بپاشه. بله. جامعه یک معنی میتونه نگران این آسیب ها باشه به دلیل اینکه دولت به دلیل اقتدارش فکر میکنه شاید آخرین نهادی است که از این خشونت همگانی شده ضربه بخوره، در حالی که افرادی در کوچه و خیابان در سطح جامعه میتونن مستقیما مورد آسیب و اذیت ببینن. بنابراین به نقد و به صورت جامعه بیشترین آسیب رو میبینه. ممنونم. در تحقیل خدا حافظ. به پایان افق امشب رسیدیم. طفلی به نام شادی دیریس گم شده است، با چشمهای روشن براق، با گیسوی بلند به بالای زندگی. هر کس از او نشانی دارد ما را کند خبر. این هم نشان ما. یک سو خلیج فارس، سوی دیگر خزر. شعری بود از شفیع کنکنی. با سپاس از خانم آزیتا سایان و آقای مصطفی و درویش‌پور، ممنونم که با افق امشب بودیم. در برنامه فردا شب افق نگاهی خواهیم داشت به سونامی لغو کنسرت های موسیقی در ایران. برنامه امشب افق را در این لحظه به پایان می‌بریم. افق 8 تا 9 شب ایران.